پول میتونه یکی از مهمترین فاکتورهای زندگی باشه و تا حالا پیش اومده که چندین و چند پرونده جنایی رو بررسی کردیم که پول توی اونها نقش بسیار مهمی رو داشته. امروز هم رفتیم سراغ یک دادم پولدار و پرونده جنایی رو میخوام براتون تعریف بکنم که بین این آدم های پولدار اتفاق افتاده. با من همراه باشید. سلام من امینم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید اگه تازه به جمع ما اضافه شدید که بهتون یک خوش آمد ویژه میگم و اگر این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو دنبال نمی کنید، ازتون دعوت میکنم که زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید امروز میخوایم بریم به کشور امریکا و یک پرونده جنایی رو براتون تعریف بکنم که پول درش نقش بسیار مهمی رو داره. شخصیت اصلی و محوری این پرونده یک خانومیه به اسم لیدیا. لیدیا کنشالو در 6 جولای سال 1954 توی کالیفرنیا به دنیا اومد و کل زندگیش رو هم توی کالیفرنیا موند. لیدیا که به دیا هم معروف بوده و از این به بعد من هم بهش میگم دیا توی 25 سالگی با یک میلیونر به اسم کلمابرامز آشنا شد. کلم 39 سالش بود و اینها شروع کردن به قرار گذاشتن با همدیگه بعد از 5 سال سال 1984 با همدیگه نامزد کردن و صاحب دو تا بچه شدن یک پسر که اسمش رو گذاشتن کلینتون و یک دختر که اسمش رو گذاشتن سارا همونطور که گفتم کلم یک میلیونر بود و یک بیزینس موفقی رو در زمینه املاک توی کالیفرنیا داشت. ارزش دارایی و املاک کلم چند ده میلیون دلار بود و خب این میتونست دیا رو به آرزوهاش برسونه. دیا عاشق این بود که توی طبیعت باشه کارهاش رو توی طبیعت انجام بده اسب سواری بکنه طبیعت گردی بکنه بره قدم بزنه و خب حالا این موقعیت براش پیش اومده بود که توی هاشیه شهر توی املاک گسترده شوهرش عملا رویاش رو زندگی بکنه اطرافیان دیا میگن که اون آدم خوشقلب و مهربونی بود ولی در عین حال کینه ای هم بود خیلی هم به ظاهرش اهمیت میداد سالهای اولیه ازدواج دیا و کلب خیلی خوب میگذره اونها زندگی به نسبت خوشحالی رو داشتن و خوب صاحب دوتا بچه خوب هم شده بودن اما رفته رفته زندگیشون به مشکل میخوره و بعد از چند سال عملا اونها از همدیگه طلاق عاطفی گرفته بودن تا اینکه بالاخره تصمیم میگیرن که این طلاقشون رو رسمی بکنن اما به یک دلیل عجیب و غریب بعد از طلاق هم دیا حاضر نمیشه که اون ملک و املاک رو ترک بکنه و بعد از طلاق هم هنوز توی امارات که برای شوهرش بوده داشته در کنار شوهرش زندگی میکرده اینکه چطور این توافق رو کرده بودن و چطور اصلا کلم راضی شده بوده که زن سابقش کنارشون همچنان زندگی بکنه چیزیه که هیچ وقت مشخص نشده و ما هم نمیدونیم اما با این حال زندگی همچنان ادامه داشته دیا سال 2016 توی یک فروم که مربوط به کارهای کشاورزی بوده با یک آقای آشنا میشه به اسم کیس هارپر این کیس نزدیک به 70 سالگی بوده و دیا هم 61 دو سالش بوده اونها شروع میکنن به چت کردن و کم کم یک رابطه عاطفی بین اینها شکل میگیره خب حالا بریم یه ذره با این آقای کیس آشنا بشیم و ببینیم که اصلا کی بوده کیس هارپر متولد و بزرگ شده ای آیداهو بود و بعد از فارغ و تحصیل شدن از دبیرستان توی سال 1967 رفته بود به کالج یوتا. کیس موفق شده بود که علاوه بر فوق دیپلمش یه لیسانس و دو تا فوق لیسانس هم بگیره. قبل از دیا هم سه بار ازدواج کرده بود و از همسر اولش چهار تا بچه داشت اما خیلی هم آدم معصومی نبود چندین و چند سابقه کیفری داشت مثلا سال 1996 به خاطر خشونت جنسی علیه همسر اولش محکوم شده بود حالا به یک طریقی این محکومیت از سابقش در اومده بود اما یک شروعی شده بود برای بقیه ی جرمهایی که کیس مرتکب شده اون توی کلرادو یک کسب و کاری داشت که تورهای تفریحی برگزار میکرد مثلا میبرد سورتمه سواری و از اینجور کارا سال 2011 سه تا خانوم میرن ازش شکایت میکنن که این ما رو مورد تعرض جنسی قرار داده از این سه تا خانوم شکایت دو تاشون به نتیجه میرسه و کیس بابت اونها محکوم میشه یک ماه میره زندان چهار سال آزادی مشروط میگیره و اسمش به عنوان آزارگر جنسی ثبت میشه تو گیرودار همین پرونده هم متوجه میشن که جوازی که اون برای کار داشته منقضی شده اعتبارش تموم شده و چهار ماه هم برای اون میره زندان خلاصه که میدونیم کیز خیلی آدم سالمی نبوده اما به هر حال رابطه دیا و کیز شکل میگیره رابطه اونها سال 2016 با چت کردن شروع میشه و اگرچه که کیس میدونستش که دیا هنوز داره با شوهر سابقش یه جا زندگی میکنه ولی تو ماه چند بار از کلرادو میرفت به کالیفرنیا تا دیا رو ببینه و با همدیگه وقت بگذرونن بعد از شیش ماه که رابطهشون عمیق شده بود و یه ذره جدی تر شده بود کلا زندگیش رو توی کلرادو ول میکنه و میاد کالیفرنیا و میره توی اماراتی زندگی میکنه که دیا زندگی میکرده در واقع اماراتی که هنوز متعلق به شوهر سابق دیا یعنی کلم بوده خلاصه اونها زندگی میکردن و یک شیش ماه یک سالی از این مدل زندگیشون میگذره تا اینکه سال 2018 کلم بعد از یک دوره بیماری فوت میکنه وقتی که کلم فوت میکنه و وسیعت نامش رو میخونن میبینن که اون توی وسیعت نامش هیچ چیز رو برای دیا نذاشته و همه اموالش رو داده به بچه‌هاش خب این باعث یک جنگ توی خونه و خانواده آبرامز میشه طبیعتا این زندگی نبود که دیا بهش عادت داشته باشه دیگه دیا از جوانی اومده بود بین یک عالمه آدم پولدار و اصلا بلد نبود بدون پول چطور باید زندگی بکنه از طرفی کلم و دیا موقع ازدواج یک توافق نامه ای رو امضا کرده بودن که اگر هر اتفاقی بیفته اموال کلم پنجا پنجا بین اینها تقسیم نمیشه و هر کس هر چیزی رو با خودش از این زندگی بیرون میبره که اون رو به دست آورده توی این مدت هم تمام مسئولیت های کسب و کار و کسب درآمد با کلم بود و دیا عملا فقط خورده بود و خوابیده بود و برای خودش چرخیده بود هیچ چیزی به دست نیورده بود و حالا با این وصیت نامه جدید اگه میخواست از این خونه بره عملا هیچ پولی در بساط نداشت خلاصه که دعوا و درگیری و جر در مورد پول شده بوده پایه ثابت خانواده آبرانس خلاصه که در جوان 2019 دیا میره دادگاه و شکایت میکنه میگه که من وقتی که این قرارداد رو امضا کردم مکره بودم توی حالت استرزایی بودم چهار ماه باردار بودم و با اکراه این قرارداد رو امضا کردم چون چاره ای نداشتم این بند قانونی رو ما توی خود ایران هم داریم و البته علاوه بر اینکه درخواست میده که اون قرارداد باید باطل بشه میگه که من از دارایی های کلم باید 60 میلیون و 700 هزار دلار هم سهم ببرم خب این شکایتی که دیا کرده بوده قاعدتا باعث تشدید درگیری بین اون و بچه هاش میشه دیگه اوزا اصلا خوب نبوده و دادگاه داشته این پرونده رو بررسی میکرده و از غذا بررسی کردن این پرونده هم خیلی طولانی میشه تا اینکه تقریبا یک سال بعد در 6 جوان سال 2020 یک اتفاق میفته که روند پرونده رو کاملا تغییر میده. 6 جوان 2020 یک شنبه ای بوده مثل بقیه شنبه ها. دیا خیلی معمولی از خواب پا شده بوده، سر بوده، سبونه خورده بوده، یه ذره به کاراش رسیده بوده، یک کیک دارچین پخته بوده، بسته بندی کرده بوده و برده بوده برای همسایش که مریض بوده. اون همسایه هم تایید کرده که آره دیا اومد خونه من برام کیک ورده بود و ساعت دو از خونه من رفت گفت که من دو قرار دارم با کیس که با همدیگه ناهار بخوریم اینجا به بعد رو کیس تعریف میکنه کیس میگه که من ساعت دو رفتم با دیا نهار بخورم رفتیم به سالن اصلی امارتش اونجا با همدیگه نهار خوردیم تقریبا نیم ساعتی طول کشید همه چیز عادی و دوستانه بود وسط نهار دیا به من گفتش که یک موضوعی ذهنم رو درگیر کرده اما بعد از ظهر در موردش میخوام باهات صحبت بکنم و بعد از اینکه نهار رو خوردیم و تموم شد من باید میرفتم به کارهای خودم میرسیدم با دیا قرار گذاشتم که اصر همون روز همدیگه رو ببینیم و بریم اسب سواری ساعت های هف هفت و نیم کیس میره در خونه دیا تا با هم دیگه برن اسب سواری متوجه میشه که دیا نیستش یعنی نیومده سر قرار خب اولش نگران نمیشه یه ذره سب میکنه بعد زنگ میزنه به گوشی دیا و میفهمه که صدای موبایل دیا داره از توی خونه میاد میره توی خونه و میبینه که دیا نیستش ولی همه ی وسایلش هستن گوشیش هست کیفش هست حتی ماشینش هم تکون نخورده ولی بله خب خودش نیستش یه ذره نگران میشه اما پیش خودش فکر میکنه که دیا خیلی علاقه داره به پیاده روی و قدم زدن توی طبیعت شاید رفته که یه حال و هوایی عوض بکنه در این حال برای اینکه مطمئن بشه زنگ میزنه به یک افسر پلیسی که آشناشون بوده توی گشت بزرگ را کار میکرده این آقای پلیس کیس ازش میپرسه که این یکی دو ساعت اخیر تصادفی گزارش نشده که اون افسر پلیس میگه نه اتفاقی نیافتاده و وقتی که کیس براش تعریف میکنه که دیا زد و نیست اون افسر پلیس میگه اتفاقا خوب کاری کردی که به پلیس زنگ نزدی تا سه روز از گم شدن فرد نگذره پلیس اصلا دخالت نمیکنه کیس خودش میگه که من یه ذره اون اطراف رو گشتم دیدم دیا نیست یه ذره نگران شده بودم ولی خب کاری هم دستم بر نمیومد خلاصه که اون شب رو کیس با نبودن دیا سر میکنه و تا دیر وقت منتظرش میمونه پیداش نمیشه و میخوابه فردای اون روز یعنی هفت جوان کیس پا میشه میره به در و همسایه میگه که دیا قیبش زده و وقتی که خبر به سرعت پخش میشه در و همسایه و بچه های خود دیا حتی کلینتون هم میاد تا بگردن و ببینن که دیا رو میتونن پیدا بکنن یا نه کلینتون و در و همسایه شروع میکنن توی اون املاک بزرگی که از کلم مونده بوده میگردن سراغ دیا رو میگیرن اما توی این جستجو یک اتفاق مشکوکی افتاده پسر دیا و یکی از کارمندای دیا به اسم ایزدور به پلیس گفتن که اون روز خیلی حرکات کیس مشکوک بود به نظر نمی اومد که نگران باشه و توی اون فرایند جستجو هم کمک نمیکرد فقط بود یعنی حضور داشت ولی هیچ تلاشی نمیکرد که دیا رو پیدا بکنه حتی اون کارگر دیا که اسمش ایزدور بوده هم به پلیس میگه که کیس خیلی با ما بد برخورد میکرد نجات پرست بود و اون روز توی جستجو اصلا تلاش نمیکرد که دیا رو پیدا بکنه حتی رهبری گروه جستجو رو هم یکی از دوستای دیگه دیا به اسم دیانا به عهده داشت خب آدم اگه نامزدش گم شده باشه دوست دخترش گم شده باشه خودش رو به آباتیش میزنه نه اینکه هیچ کاری نکنه و هدایت تیم جستجو رو هم بسپره دست یه نفر دیگه خلاصه که اون گروه هر چی میگردن به نتیجه نمیرسن فردای اون روز یعنی روز سومی که دیا گم شده بوده پلیس رو در جریان میذارن و پلیس هم وارد جستجو و تحقیقات میشه در اولین قدم شروع میکنن تا جاهایی که دیا ممکن بوده رفته باشه و اون منطقه زرایی که متعلق به اون بوده رو کاملا بگردن یه نکته بسیار عجیب بهتون بگم که دقیقا روزی که پلیس وارد جستجوها و تحقیقات میشه کیس از کالیفرنیا خارج میشه و میره به کلرادو البته میگه یک دلیل مالیاتی داشتم باید میرفتم کارام رو راستوریس میکردم ولی خب این کارش خیلی مشکوکه فردای اون روز هم که برمیگرده میبینه پلیس منطقه رو کامل قرنطینه کرده و اصلا کیس رو راه نمیدن بره توی اون منطقه خلاصه که جستجوی پلیس به صورت همه جانبه داشته انجام می شده و سه روز هم طول میکشه توی این جستجو یک تیم ویژه میاد برای خودکشی یک تیم ویژه میاد برای جستجوی افراد گم شده حتی یه تیم قواسی رو میارن که توی آبگیرها و دریاچه های کوچیک اونجا بوده رو بگردن تا ببینن اثری از دیا پیدا میشه یا نه اما با همه این تلاش ها بعد از سه روز هم هیچ اثری از دیا پیدا نمیشه پلیس در روز چهارم تحقیقاتش یعنی در واقع روز هفتم گم شدن دیا حکم تفتیش میگیره برای ملک اصلی ملک هایی که متعلق به کیس بودن ماشینش انبارش و هر جایی که فکر میکرده رو میخواسته بره بگرده یه نکته عجیب اینه که توی یکی از املاک متعلق به دیا پلیس 2300 بوته ماریجوانا پیدا میکنه و 170 کیلو گلی که آماده کشیدن بوده البته پلیس میگه که این ربطی به پرونده گم شدنش نداره و کیس هم میگه که من اصلا در جریان اینها نبودم و این رو جداگانه ضبط میکنن و به نفع دولت میبرنش توی جستجویی که در امارت اصلی دیا انجام شده بوده پلیس میتونه یک ملافه خونی مقدار زیادی دستمال توالت که خونی بوده و چند تا باند خونی پیدا بکنه در کنار اونها دو عدد دست نوشته وجود داشته و دو تا پوکه خالی فشنگ البته نکته عجیب اینجاست که پلیس یا هیچ وقت این نمونه های خون رو نمیفرسته برای آزمایشگاه یا اگر هم میفرسته هیچ وقت نتیجهش رو به صورت رسانه ای اعلام نمیکنه فرضیه پلیس این بوده که خون هایی که روی این وسایل باقی موندن مدت زمان زیادیه که روی وسایلن و تاریخ خونریزی احتمالا و پاک کردن اینها با تاریخ گم شدن دیا هم خونی نداره شاید به خاطر همین دلیله که این مدارک رو دست کم گرفتن و خیلی بهش بها ندادن حتی بعدها که رسانه ها از پلیس در مورد این مدارک سوال کردن پلیس هیچ وقت جواب درست حسابی به رسانه ها نداده و هیچ این موضوع رو بیان نکرده که آیا این مدارک که به نظر هم مشکوک میاد ربطی به گم شدن دیا داشته یا نه به هر حال پلیس سخت مشغول گشتن بوده و تلاش میکرده که یک سرنخی پیدا بکنه که دیا رو بتونن برگردونن به خانوادش یا حداقل از سرنوشتش مطلع بشن چندین و چند روز میگذره و در طی این روزها کلینتون و سارا دختر پسر دیا میخواستن برگردن به خونه که متعلق به مادرشون بوده و کنترل اموال اون رو به دست بگیرن وقتی که میخواستن وارد خونه بشن میبینن دیانا همون دوستشون که داشته تیم جستجو رو هدایت میکرده مثل یک نگهبان وایساده جلوی خونه و هیچ کس رو راه نمیده همین کار دیانا باعث میشه که یک شکی به وجود بیاد توی رسانه ها که احتمالا دیانا داشته یک چیزی رو مخفی میکرده که توی اون خونه بوده و اجازه نمیداده که کسی وارد اون خونه بشه البته دیانا بعدها میگه که من میخواستم به وصیت دیا عمل بکنم و کنترل اموار رو ندم دست بچه ها چون اگه میافتاد دست اونها چیزی از این باقی نمیموند در نهایت دیانا کلید رو به کیس تحویل میده باید یه کوچولو در مورد این دیانا بگم دیانا علاوه بر اینکه همسایه دیا بوده کارمندش هم بوده یه سری از ملک و املاک هایی که از کلم باقی مونده بوده رو دیا گذاشته بوده توی ایر بی و اجاره میداده مسئولیت اجاره این املاک توی ایر بی با دیانا بوده البته یک شایعی وجود داره که دیانا و کیس با همدیگه رابطه داشتن این رو در حد شایعه نگه دارید بعدها شاید بیشتر براتون منطقی به نظر بیاد اما نقش دیانا توی گم شدن دیا وقتی پررنگ میشه که مشخص میشه دیا 15 روز قبل از گم شدنش یعنی در می سال 2020 یک دستکاری توی اسناد حقوقیش کرده بوده چطور اون به صورت حقوقی توی اسنادش نوشته بوده که به هر طریقی من نتونم اموالم رو کنترل بکنم کنترل اموال در مرتبه اول برسه به کیس و در مرتبه دوم برسه به دیانا و خب 15 روز بعد از اینکه این اسناد این رو نوشته بوده و تغییر داده بوده هم گم شده بوده این موضوع وقتی مشکوکتر میشه که شما بدونید توی قانون امریکا این وجود داره که آدم های گم شده بعد از پنج سال قانونا مرده به حساب میان حتی کیس یه بار توی یکی از مصاحبه گفته بوده که من امیدوارم پنج سال دیگه زنده باشم پس ما تا اینجا میدونیم که دیا گم شده کیس و دیانا توی املاک اون ساکنن و کلینتون و سارا هم دستشون به هیچ جای بند نیست. ها میگذره و هیچ خبری از دیا نمیشه نه پلیس میتونه پیشرفتی بکنه توی پرونده نه هیچ اتفاق خاصی میافته در آوریل سال 2021 بچه های دیا میرن به صورت رسمی از دیانا و کیس شکایت میکنن و میگن این سندی که اینها دارن سند تقلبیه چند تا مدرک هم برای این کارشون داشتن اونها میگفتن توی سندی که الان داریم در مورد صحبت میکنیم کلمات و جملات با فوندهای مختلف و سایز مختلف نوشته شدن که اصلا کار مرسومی در کار حقوقی نیست در کنار اون میگفتن جایی که دیا باید امضا کرده باشه از یک سند دیگه ای ورداشته شده و آورده اینجا و هیچ وقت مادرشون چیزی رو امضا نکرده این حرفها وقتی یه ذره منطقی به نظر میاد که کیز ادعا می کرده که این سند رو من در اختیار دارم اما هیچ وقت حتی یک کپیش رو هم به دادگاه یا به مراجع حقوقی ارائه نداده بوده در نتیجه بچه های دیا میگفتن سندی که کیس داره در مورد صحبت میکنه سند واقعی نیست و در کنار اون میگفتن کیس با توجه به سوابق جنایی و محکومیت هایی که داره اصلا صلاحیت این رو نداره که بخواد از اموال دیا محافظت بکنه اما برای اینکه بگن دیانا هم صلاحیت نگهداری از اموال رو نداره دلایل خودشون رو داشتن مثلا یکی از دلایل این بوده که دیانا بعد از مرگ دیا یه سری از اموالش رو گذاشته بوده برای فروش به صورت غیرقانونی یا وقتی که دیا زنده بوده یه سری از اجاره هایی که از ایر بی گرفته بوده رو نیاورده بوده به دیا بده و عملا در امانتی که دست اون بوده خیانت کرده بوده این شایعه رابطه داشتن کیس و دیانا رو هم بچه های دیا اولین بار توی دادگاه مطرح میکنن که البته به نتیجه ای نمیرسه ولی خب در حد یک شایعه نکته مهمیه خلاصه اینکه دادگاه ها هنوز در حال برگزاری هن و علاوه بر کیس و دیانا خود بچه های دیا هم مزنونن کشمکش این دادگاه ها هنوز تموم نشده و عملا میشه گفتش که دعوایی که وجود داره بر سر پوله تنها کسی که شاید کمتر بهش توجه شده و از سرنوشتش خبری نیست خود دیاست هنوزم که هنوزه هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی برای دیا افتاده آیا اون زنده است یا مرده این پرونده از اون پرونده هاست که آخرش معلوم نشده و حل نشده است اما شما چی فکر میکنید؟ یه سری تئوری وجود داره دیگه قطعا توی ذهنتون به نظر شما بچه های دیا اون رو کشتن تا اموالشون رو پس بگیرن یا نه کیس اون رو کشته که به اموال باداورده اون دست پیدا بکنه یا نه اصلا اینا رو بذاریم کنار کیس و دیانا دست به یکی کردن تا دیا رو حذف بکنن و خودشون صاحب اموال بشن خوشحال میشم نظرات شما رو زیر این ویدیو ببینم اگر به این سبک از ویدیوها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین زنگوله کنارش رو فعال بکنین و این ویدیو رو لایک بکنید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد اون رو به دوستانتون معرفی بکنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.